سلام بر شما، خوش آمدید به این برنامه زنده صفحه دوی آخر هفته ویژه نشست ورشو. کنفرانس دو روزه ورشو به توافق مشخصی نرسید، اما مقام‌های آمریکایی که در پایان یا در طول این نشست صحبت می‌کردند بارها از ایران به عنوان یک تهدید امنیتی نام بردند. از آغاز آمریکا قصد داشت که این کنفرانس را با موضوع ایران برگزار کند، اما بعدتر عنوان کلی‌تر تهدیدهای امنیتی خاورمیانه برای این نشست برگزیده شد. شرکت کنندگان زیاد بودند، اما شمار زیادی هم در نشست شرکت نکردند. بعضی مثل ایران دعوت نشده بودند، بعضی دیگر مثل خانم موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفتند که مشغولیت دیگری دارند که اجازه حضور به آنها نمی‌دهد. اما همکارم کسری ناجی خبرنگار ما از آغاز در این نشست حاضر بود و الان با ماست برای اینکه جنبندی او رو بشنویم از این نشست. کس را؟ فرناز، کنفرانس همونجوری که گفتی تمام شد. قرار بود در این روزهای آخر آمریکایی‌ها تاکید داشتن که این کنفرانس درباره مسائل وسیع‌تر از ایران هست و مسئله ایران رو زیاد بهش نخواستن اهمیت بدن، اما دست آخر آن چیزی که امروز گذشت معلوم شد که این کنفرانس در واقع به یک کنفرانس ضد ایرانی تبدیل شده. تمام مسائل در مورد ایران بود، فشارها و صحبتهایی که طرف آمریکایی به خصوص آورد و همپیمانانش مثل اسرائیل، صحبت از ایران بود و فشار بیشتر بر ایران. همه کسانی که صحبت کردن و جلوی دوربین صحبت کردن مثل آقای نتانیاهو، مثل مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، مایک پومپو وزیر خارجه، حتی وزیر خارجه لهستان، اینها صحبت از این کردند که ایران تهدیدی است به صلح در خاورمیانه. بنابراین از این نظر خب به نظر آمد که انتظار داشتیم که مسئله ایران یه ذره کم رنگتر باشه، اما پر رنگتر از آب در آمد. مایک پومپو در پایان این کنفرانس صحبت از این کرد که همه متفق القول بودند که ایران تهدیدی است برای صلح و امنیت منطقه. صحبت از این کرد که هیچ کس در داخل کنفرانس مخالفت نکرد با این گفته ای آمریکا که همچین چیزی است و آمریکا و ایران تهدید بزرگی است برای صلح منطقه. از این که بگذاریم، خود مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا حرفای خیلی تندی زد و ایران رو بزرگترین تهدید خواند برای صلح خاورمیانه و فراتر از اون. از اروپایی‌ها خواست که برنامه توافق هسته‌ای رو رها کنن و به تحریم‌های علیه ایران بپیوندن. اما دست آخر در کنفرانس مطبوعاتی خیلی روشن بود که علارغم این حرفای تند، علارغم این فشارها و صحبتها راجع به ایران طی روز، این کنفرانس نتونست یا نخواست یا به هر حال ندیدیم که به یک توافق مشخصی سر هر چیزی از این مسائلی که مورد بحث بود، حتی نه فقط هم ایران، مسائلی مثلا صحبت می‌خواستن بکنن راجع به مسئله آوارگان، راجع به تهدیدهای سایبری، راجع به افراطی‌گرایی، راجع به تروریسم، راجع به اینها هم هیچ توافقی ندیدیم. علارغم اینا من احساس میکنم که امشب به خاطر این حرفای تندی که زده شد، به خاطر این صحبتایی که آقای پنس کرد که گفت ما پشت مردم ایران خواهیم ایستاد، فشاری که به اروپا آورد، من حس میکنم که امشب فشار بر ایران بیشتر از قبل شده. اشاره جالبی کردی به اینکه اینها با همدیگه به یک بیانیه مشترک، دست کم اون چیزی که به دست خبرنگاران رسید یک بیانیه مشترک در پایان این نشست نیست. ممکنه بگی که چطور این شرکت کنندگان که به هر حال تعداد زیادی هم شرکت نکردند، اصلا از اینهایی که شرکت کردن چطور به این توافق نتونستن برسن؟ یه مقدار تصویری به ما بده که کسانی که اومدن چه تیپی بودن، از کجاها اومدن و چی می‌خواستن از این نشست؟ ببین فرناز، خیلی جالب بود این کنفرانس. اولا ما تا الان هم که من با شما صحبت میکردم، صورت به اصطلاح مسائل مورد بحث رو به ما ندادن. یک، هیچ لیستی تا این ساعت، لیست رسمی از کسانی که شرکت کردن در این کنفرانس رو من ندیدم. تصویری که هست که از یک گروه به اصطلاح گروه شرکت کنندگان عکس فامیلی که گرفتن، اون هم تصاویر کلوز اپ خیلی کم هست، بنابراین خیلی هم روشن نیست برای ما چه کسانی شرکت کردن.
اما جالب اینه که نخست وزیر اسرائیل شرکت کرد، وزیر خارجه عربستان شرکت کرد، وزرای خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس شرکت کردند. بله. در مورد عربستان عادل جبه شرکت کرد. بله. وزیر. بله. درسته، بله. و کشورهای حاشیه خلیج فارس در سطح وزیر شرکت کردند و وزیر خارجه عمان شرکت کرد. همه اینها نشون میده که اگر واقعا در این کنفرانس برنده ای باشه، برنده اول نخست وزیر اسرائیل بود، به خاطر اینکه تونست زیر یک سقف با کشورهای عربی بشینن و در مورد یک مسئله‌ای که مسئله همشونه به طور مشترک ایران صحبت کنن. و این از نظر اسرائیل به نظر من هنوز هم تونست آقای نتانیاهو روابطش رو با آمریکا تقویت کنه، امروز تونست روابطش رو با کشورهای عربی تقویت کنه، آمریکا هم تونست فشار بیاره. خیلی خوب، اروپایی ها نرفتن به زیر بار، نرفتن پشت آمریکا در این فشار حداکثری. ولی اگر 60 تا کشور به قول خود آقای پومپئو شرکت کردن، من تصورم اینه که بعضی از کشورها زیر فشار قرار گرفتن امشب که از به اصطلاح تحریم‌های آمریکا، فشارهای حداکثری آمریکا علیه ایران حمایت کنه. کسرو، بذار از اونهایی که نیومدن صحبت بکنیم. ترکیه نیومد، عراق نیومد، لبنان نیومد، تشکیلات خودگردان نیومد، تعداد کشورهای خاورمیانه که در این نشست نبودن، قطری‌ها نبودن، اونها هم مهم هستن، کسانی که نبودن در جلسه. درسته، ترکیه به خصوص معتقده که اگر پشت این خط آمریکا برن ممکنه جنگ صورت بگیره و اگر جنگ صورت بگیره به عنوان همسایه ایران مشکل خواهند داشت، سیل آوارگان به این به طرف ترکیه خواهد رفت. کشورهای اروپایی شرکت کردند در سطح‌های مختلف. وزیر خارجه انگلیس به نظرم آمد ولی زود رفت. در فرانسه و آلمان در سطح پایین‌تر شرکت کردند. و جالب اینه که من واکنش آلمانی‌ها رو امشب دارم. معاون وزیر خارجه آلمان تیلز آنن یک توییت زده، نوشته که کنفرانس ورشو، برای من اینجا براتون میخونم، میگه کنفرانس ورشو قرار بود در مورد صلح و امنیت خاورمیانه باشه، دست آخر به کنفرانسی در مورد ایران تبدیل شد. بعد اضافه میکنه که پاسخ ما ساده است، اروپا متحد است و با تدبیر عمل میکند. ما در ارتباط با ایران هم بر فشار تاکید داریم هم بر گفتگو. و اضافه میکنه که اروپا به توافق هسته‌ای پایبند خواهد بود. بنابراین در خود چیزم، در کنفرانس آخری کنفرانس هم که آقای پومپئو صحبت میکرد و وزیر خارجه لهستان، وزیر خارجه لهستان گفت که در جلسه نمایندگان انگلیس و آلمان و فرانسه تأکید کردند که به توافق هسته‌ای پایبند خواهند بود، چون اون را یک عامل مثبتی برای صلح جهانی می‌دانند. متشکرم کسرا. کسرا ناجی خبرنگار ما از محل کنفرانس ورشو با ما. اما برای بررسی بیشتر موضوع سه مهمان دعوت کردیم. مریم معمار صادقی از بنیانگذاران آموزشکده توانا از واشنگتن همراه ماست. حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی از تهران و کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون بریتانیا همراه ماست. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. من اول میخوام خیلی کوتاه نظرات شما رو در مورد این نشست ورشو بپرسم. از آغاز خانم معمار صادقی، شما بفرمایید آیا از اساس با چنین کنفرانس های موافق هستید و فکر میکنید دستاوردی داره یا نه؟ بله البته، و مردم ایران خیلی خوشحال هن که یه چیزی مثل ناتو علیه جمهوری اسلامی داره شکل میگیره با همبستگی کشورهای عربی، اسرائیل، اروپایی، آمریکا. خیلی مهم هست و برای همین هستش که مردم ایران پشت هشتگ Warsaw Say No to Mullahs اومدن. و من اینجا باید بگم که خیلی مهمه که این کنفرانس رو علیه ایران نبینیم، علیه سرزمین ما نیستش همچین کنفرانسی، علیه اون حکومت سرکوبگر هست، علیه جمهوری اسلامی هست. خیلی مهمه، فرق مهمیه. و خب البته که جمهوری اسلامی تهدید هست به صلح در منطقه، در دنیا،
و چیزی که شکل گرفته اینجا به نظر من برخلاف اون صحبت آقای کسراناجی، برنده اصلی نتانیاهو یا یه سیاستمدار برای کشور دیگه ای نیست. مردم ایران میتونن از این راه صدای خودشون رو بلندتر بکنن و با حمایتی که آقای پامپیو، آقای پنس، خود آقای ترامپ کردن در این روزهای گذشته و این که همچین کنفرانسی تونستن برگزار بکنن، نشون دهنده این هستش که سیاستی که در 8 سال اوباما حاکم بود در اصل سکوت برای نقد حقوق بشر، حمایت نکردن از صدای و امید مردم برای دموکراسی و آزادی، این که ساخت و پاخت بکنن با جمهوری اسلامی، پول زیادی بدن به جمهوری اسلامی، همه دیگه فهمیدن که سیاست خیلی خطرناکی بود و بازنده این سیاست مردم ایران بود و به طور کلی صلح در منطقه و دنیا. جالب، پس همین موضوعی که شما بهش اشاره کردید از موضوعاتی است که آقای پنس هم بهش اشاره کردین، که دوره سکوت اوباما تمام شده و در دوره جدید که دوره آقای ترامپ هست وضعیت فرق خواهد کرد. آقای اسدی، نظر شما در مورد این کنفرانس چه هست؟ خانم معمار صادقی میگن این به نفع ملت ایران هست، به نفع مردم ایران. نظر شما چی؟ سلام به شما و دیگر مهمانان. ببینید، ما الان داریم در مورد یک کنفرانس بین المللی صحبت میکنیم و این که شما از گزارشگرتون هم پرسید در مورد نتایجش، فکر کنم صحبت‌های آقای ناجی روشن کرد. اولا به هر حال در حقوق بین الملل، در روابط بین الملل، در عرف‌های دیپلماتیک، کنفرانس بین المللی یک مفهومی داره. آیا این کنفرانس رو یک سازمان بین المللی شکل داده بود؟ ظاهرا نه. آیا این یک دعوتی بود از سوی آمریکا، اون هم نه در خانه خودش، در خانه اجاره‌ای، برای اینکه سایر کشورها رو جمع کنه و برای اونها سخنرانی کنه؟ بله، در واقع یک کنفرانس، اساسا این کنفرانس رو ما نمیتونیم یک کنفرانس بین المللی بگیم، به همین دلیل ساده‌ای که به شما گفتم. و به هر حال کنفرانس بین المللی رو معمولا یک سازمان بین المللی که فانکشنش معلوم باشه، سند مؤسسش معلوم باشه، اون برگزار میکنه. به هر حال این رو ما میتونیم یک نشست داره. چه فایده ای داره چنین نشستایی؟ فکر میکنید اصلا لازم هست؟ بله بفهم. ولی خب به هر حال، حالا یک نشست بین المللی که میزبانش آمریکا بوده، در البته جای محل خارج از وطن خودش، ولی یک عده شرکت کردن که همونجور گفتن معلوم نیست چه کشورهایی هستن، یک سخنرانی هایی هم انجام شده برای حاضران. ولی خب به هر حال این هدف این همایش چی بوده؟ هدف این بوده که آقای نتانیاهو یا رهبران کاخ سفید نشون بدن که با ایران مسئله دارن. این چیزی بوده که ما همیشه میدونستیم. هدف ظاهرا این بود که نشون داده بشه که یک اجماع جهانی و در جامعه جهانی به وجود اومده، یا اگر اون چیزی که گفته میشه تقویت شده، رسیده به یک گامی برای اینکه بتونن بعد از اون گام‌های بعدی رو بردارن. اما نشون داده شد که در اینجا اجماع جهانی در کار نیست، به همین دلیل ساده که هر نشست پایانی، حتی اگر شکست هم بخوره نشست‌های بین‌المللی، به هر حال یک بیانیه پایانی داره و اونجا به هر حال میگن که ما این گفتگوها رو ادامه خواهیم داد یا هر چیزی. شما همچه توافقی نمی‌بینید، بنابراین میشه گفت که این شکست خورد و اگر هم برنده‌ای داشته باشه، طبیعتاً فکر می‌کنم جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه این انگاره‌ای که اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی وجود داره، خب به هر حال همین زیر سوال بود. آقای متین، شما کارشناس روابط بین‌الملل هستید، نگاه شما به این کنفرانس چی هست؟ آیا این کنفرانس اون اهدافی رو که برای خودش در نظر گرفته بود بهش رسید؟ به نظر من این تعیین که مثلا ارزیابی این که شکست یا پیروزی این کنفرانس نمیتونه مطلق باشه، واقعا بستگی به این داره که ما چه محکی رو برای در واقع آزمون این شکست یا پیروزیش در نظر بگیریم. مثلا اگر فرض بکنید که هدف امریکا این بوده که مسئله ایران رو بیشتر مطرح بکنه در سطح بین‌المللی، در سطح رسانه و اسان عمومی، مسئله مثلا برنامه موشک ایران رو بیشتر پیش بکشه و از این لحاظ موضع اتحادیه اروپا رو تحت فشار قرار بده، اگر هدف امریکا این بوده که از پوشش این کنفرانس استفاده بکنه و کشورهای عربی رو سوق بده یا حتی تحت فشار قرار بده که با اسرائیل روابط دیپلماتیک نزدیکتری داشته باشن، خب از این لحاظ میشه گفت به درجات این موفق بوده.
اما اگر انتظار به اصطلاح یک ناظر بیرونی بوده باشه که این کنفرانس با توجه به سخنان به اصطلاح تند مقامات امریکایی باید منجر به یک مثلا قطعنامه خیلی مشخصی با نقشه راه مشخصی در رابطه با ایران میرسید و نرسیده، خب بر اساس اون محک بله این کنفرانس در واقع دستاورد چندانی نداشته. دقیقا آقای متین سوال همین هست، آیا روشن بود از آغاز که این کنفرانس به دنبال چیه؟ چون شعارهای کنفرانس به نظر می اومد تغییر کرد، حتی شرکت کنندگان بالا و پایین شدن، آیا روشن بود که دقیقا چی میخوان از این کنفرانس به دست بیارن از آغاز؟ به نظر من خیلی روشن نبود، چون واقعا در حداقل این مورد خاص نمیشه تماما بر اساس اظهارات رسمی برگزار کنندگان این کنفرانس در واقع ارزیابی کرد، چون خب خیلی بعید هست که مثلا مقامات امریکایی ندونن که کنفرانسی که درش مسئله اسرائیل و فلسطین به طور جدی مورد بحث نباشه، در دستور کار نباشه، خب طرف فلسطینی قطعا با توجه به شرایط موجود نمیره اونجا. در نتیجه انتظار این که در واقع این کشورهای عربی با حداقل اونایی که به مسئله فلسطین حساس هستن با آغوش باز مثلا موازی امریکا رو بپذیرن یا حداقل روی خوش نشون بدن خیلی بعید بوده. در نتیجه من شخصا فکر نمی کنم اونا در واقع این مد نظرشون بوده، ولی خب شکاف بین مثلا اروپای غربی و امریکا از یک طرف و اروپای شرقی، کشورهای اروپای شرقی من جمله لهستان، کشورهای بالتیک یا مجارستان که دولت‌های دسترسی درشون هست و به شدت از روسیه هراسناک هستند و میخوان از طریق مثلا لهستان به طور مشخص میزبانی کنفرانس رو به این خاطر پذیرفته، بخشن به این دلیل که میخواد امریکا پایگاه نظامی و موشکی در لهستان ایجاد بکنه که اونها رو در مقابل اون چه اونا توسعه طلبی روسیه مینامن مثلا محافظت بکنه. خب از این لحاظ میشه گفت لهستان فرزند پیروز بوده و اون جبهه اروپایی که قبلها وجود داشت الان واقعا خیلی متشتت هست، یعنی بین اروپای غربی و شرقی ما یک شکاف بزرگی میبینیم در رابطه با مسئله منطقه‌ای و موازی امریکا. صحیح. ولی معمار صادقی، ما شاهد بودیم که تعداد زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی در اطراف محل کنفرانس حاضر بودن، مجاهدین بودن، طرفداران آقای رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران بودن، اینها کسانی بودن که میگفتن که میخوان از این طریق صداشون رو برسونن به جهانیان. آیا فکر میکنید برداشت شما چی است؟ آیا فکر میکنید که اون توقعی که از این نشست بود برای دست کم مخالفان برآورده شد؟ ببینید خیلی زوده که بگیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده، ما هنوز پرس ریلیسی ندیدیم، بیانیه‌ای ندیدیم، ولی این خیلی مهم هستش که این تعداد کشور، همون جوری که گفتم، کشورهای عربی با اسرائیل، آمریکا، اروپا، همه اومدن علیه جمهوری اسلامی یه جا وایستادن و خیلی مشخصه که هدفشون چی هست. هدفشون این هستش که جمهوری اسلامی جلوش گرفته بشه، نتونه اینقدر مردم سوریه، یمن، جاهای عراق، جاهای دیگر رو اینقدر اون مملکت‌ها رو بدبخت بکنه. یکی دو روز پیش آقای ظریف گفتش که ما افتخار میکنیم که به خاطر حمایت جمهوری اسلامی به مردم فلسطین ما زیر فشار هستیم. این آقای ظریف نیستش که آقای جمهوری اسلامی نیستش که زیر فشار هست، مردم ایران هستن که به زور دارن الان زندگی میکنن به خاطر این سیاست 40 سال جمهوری اسلامی. فکر میکنی این کنفرانس کمکی میکنه به موقعیت مردم ایران؟ بله، فکر میکنم که هر نوع فشاری که روی جمهوری اسلامی بیاد الان کمک میکنه. ببینین حتی در نظر بگیریم موضوعی دیگه خاورمیانه، آخرین باری که این کشورها با هم در یه جا نشستن 1991 بود در مادرید که بعد از اون آسلو اکوردز به وجود آمد. یعنی این همین که با هم نشستن مهمه و اون صحبت ها و دیالوگ هایی که قبل از این نشست شکل گرفته و بعد از این نشست شکل خواهد گرفت، همشون مشخصه که اون هدف فشار روی جمهوری اسلامی که دولت آقای ترامپ به وجود آورده که 180 درجه مخالف اون جهتی که سیاست اوباما داشت هست، این فوق‌العاده اهمیت بزرگی داره. یعنی مردم ایران برای همینه که هی میان تو خیابون‌ها، توی توییتر، هر جایی که میتونن میگن که ما این نوع فشار روی حکومت الان مؤثر می‌بینیم. یعنی از آقای اسدی بپرسم، چون آقای اسدی در تهران هستن، ما ممکنه از طریق توییتر و رسانه‌های اجتماعی دنبال بکنیم،
آیا اسدی، آیا مردم در ایران این کنفرانس رو دنبال می‌کردند؟ آیا فکر می‌کنید که این فشاری که خانم معمار صادقی در موردش صحبت می‌کنند که علاقمند هستند که دولت آقای ترامپ به دولت ایران، به حکومت ایران، به جمهوری اسلامی بیاره، از طرف مردم ایران، مردم کوچه و خیابون هم این فشار پذیرفته شده، علاقمند هستند به چنین فشاری؟ من حالا از که این موضوع رو به عنوان یک خبر پیگیری بکنم، نه، من فکر نمی‌کنم که خیلی موضوع خبری مهمی بود که مردم بخوان دنبال بکنن، ولی خب شاید به همون مقدار که برنامه‌های خبری جمهوری اسلامی در واقع در علیه اون صحبت کردن، به همون نسبت یک برد خبری داشته در بین مردم. اما ببینید، من می‌خوام گریزی بزنم به صحبت خانم معمار صادقی که امیدوارم واقعا تحلیل خودشون رو بر این مبنایی که فرمودن بنیان نکرده باشن، و اون هم این که این نشست در واقع تلیه یک ناتوی علیه جمهوری اسلامی. ما حد اکثر یک ائتلاف شکننده‌ای که فقط هم سلبی هست، ایجابی نیست، رو بین دو سه کشور در خاورمیانه داریم علیه ایران، و هیچ چشم‌اندازی برای این وجود نداره که یک ناتوی بخواد شکل بگیره. اساسا فکر نمی‌کنم که در هیچ جای دنیا هم همچی چیزی بخواد شکل بگیره. ببینید، آن چیزی که مردم میخوان طبیعتاً تغییر هست. مردم در ایران به شدت ناراضی هستند، کسی در این تردید نداره. من فکر می‌کنم که حتی حاکمیت هم این رو پذیرفته. اما از طرف دیگه این نارضایتی وجود داره، اعتمادی به جریان‌های سیاسی وجود داره در ایران، و جریانات سیاسی که در ایران هستن، اصلاح طلبان و همینطور اصولگران و سایر جریانات، این در واقع ریزش زیادی داشتن از پایگاهشون. حاکمیت با بحران‌های اساسی مواجه هست که این بحران‌ها بحران‌هایی هست که یک حاکمیت رو میتونه زمین‌گیر بکنه. اما همه اینها منجر به تغییرات نمیتونه بشه تا وقتی که یک اپوزیسیون واقعی شکل بگیره. ما الان در شرایطی هستیم که میبینیم همزمانی که اگر فکر میکنیم که حکومت داره ضعیف‌تر میشه، ولی همزمان ما از سالها پیش میبینیم که اپوزیسیونی هم رشد نمیکنه. چون شما ببینید در هر جریان و گذاری همزمان با اینکه یک حکومتی افور میکنه، یک اپوزیسیونی هم بروز پیدا میکنه. اونجوری که در 57 اتفاق افتاد، اگر که کمک خارجی داشته باشه میتونه این کارو انجام بده. نه، ببینید به دلیل اینکه به هر حال هیچ نیازی نیستش به این کمک از بیرون. اجازه بدید آقای اسدی صحبتتون تموم شه. خانم معمار صادقی بفرمایید. آقای اسدی ببینید، به هر حال کمک ها هست. ما در دنیا یک اصلی داریم که دنیای بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس اون بنیاد شده، اصل عدم مداخله، اصل تعیین سرنوشت. این یک اصلیه که همه کشورهای دنیا پذیرفتند، و یک اصل ارزشی هم هست که مردمان جهان هم اونو پذیرفتند. ولی در واقعیت همین نمیتونه اتفاق بیفته. ببینید، شما وقتی که به انگلیسی صحبت میکنید، خب بسیاری از مردم ایران متوجه نمیشن. همینطور وقتی که فارسی رو نتونید خوب صحبت بکنید، به دلیل اینکه حالا شما ممکنه مدت زیادی در خارج از ایران بوده باشید، با لهجه خود اصلا بیگانه میشن مردم. ولی به هر حال شما باید در عرصه ایران حضور داشته باشید. در تحلیل نهایی میدونید شما باید در خیابان باشید، شما باید در میدان انقلاب باشید، شما باید یک کاری رو انجام بدید. اگر هدف این اگه هست که من اجازه داشته باشم جواب بدم، من فقط بله شما حتما جواب بدید، من فقط کوتاه میخوام بگم، اگر هدف این هست که در واقع مثلا در ساختار بی بی سی تغییری ایجاد بکنیم، مثلا نیروهای خودمون رو ببریم بودجه ایجاد، اون بله این مسیر مساعدیه. ولی اگر واقعا هدف این هست که جمهوری اسلامی رو مثلا ساقط بکنیم، ببینید این کار از این طریق انجام نمیشه. به هر حال باید تشریف بیارن در داخل این کار انجام بدن. اجازه بدید آقای اسدی، خانم معمار صادقی جواب حمایت هم میتونه کمک کنه به هر حال. خانم معمار صادقی بفرمایید. هم من هم کسای مثل من خیلی آرزوشون این هستش که بتونن برگردن به سرزمینشون و از اونجا فعالیت برای حقوق بشر دموکراسی داشته باشیم، ولی نمیشه. متاسفانه جمهوری اسلامی ما رو میبره زندان، میکشه، شکنجه میکنه همونایی که اونجا هستن. ببینین، حمایت از بیرون خیلی مهمه و خوشبختانه الان مردم ایران حمایت از بیرون دارن، ولی وقتی که معلمان، کارگران، فعالین حقوق زن، هر نوع ایرانی که بگین حاضره
هزینه بده که جمهوری اسلامی تموم بشه، کرامت انسانی برگرده به این سرزمین. وقتی که میبینیم که هر روز حاضرن زیر اون فشار شکنجه شهامت خودشون رو نشون بدن، این صحبت هایی که این آقا میکنن به جز دروغ هیچ چیز دیگه ای نیست. این که من لهجه فارسی دارم یا نه، بیرون از کشور هستم یا نه، مطرح نیست. مطرح این هستش که مردم ایران 40 سال دارن سرکوب میشن، 40 ساله که نیاز داشتن که کشورهای دیگه دنیا صداشون رو بشنون و بیان پشتشون. این خیلی ظلم هستش که ما از رسانه مثل بی بی سی استفاده بکنیم که بگیم که تغییری شکل نخواهد گرفت، برای اینکه اپوزیسیونی وجود نداره. اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی مردم ایران هستن و مردم ایران روز به روز بیشتر دارن شهامت خودشونو نشون میدن. حتی آدمهای خود جمهوری اسلامی دارن میگن که این حکومت دیگه هیچ نوع اعتبار نداره، دیگه هیچ نوع اطمینانی بهش ندارن. اپوزیسیون داریم، مردم ایران اپوزیسیون هست. آقای اسدی اگه ممکنه کوتاه پاسخ بدیم، من میخوام بحث رو ببریم روی مسئله بین المللی و منطقه‌ای اگه ممکنه. من فکر کنم که خانم محترم که حضور دارن، خانم مریم معمار صادقی، خیلی بهتر بود حداقل سرچ میکردن این آقایی که میگن دروغ میگه حداقل خودش توی 10 سال گذشته 5 سالش رو زندان بوده توی 8 سال گذشته و البته شکنجه هم شده ولی خب کشته نشده، یعنی ایشون میتونن نگران نباشن برای برگشتشون. ببینید من میخوام به شما بگم که بحث مداخله، این که بگیم اپوزیسیون مردم هستن، بله من گفتم مردم ناراضی هستن، همه نظرسنجی ها نشون داد بیش از 70% از مردم ناراضی هستن، در برخی از مناطق این تا 90% میرسه، من اینو توضیح دادم خدمت شما. ولی شما ببینید یک مسئله رو من میخوام در مورد تحریم ها بگم. ببینید در تحریم ها یک معادله رو در واقع یک مسیر رو نشون میده که 4 گامه: 1 فشار تحریم میکنیم، 2 فشار بر روی دولت میاد و 3 حکومت تغییر رفتار میده. اینها رو از نظر آمریکایی‌ها این مطلب، یا اونجوری که مثلا خانم مریم امام صادقی میخوان، حکومت تغییر میکنه. ولی یک این 3 مرحله است، یک بخشش رو نادیده میگیرن یا عمدن نمیگن. تحریم انجام میشه که به مردم فشار بیاد، که مردم به حکومت فشار بیارن. ببینید پس اون چیزی که قطعیه که تحریم انجام میشه قطعیه، فشارم به مردم میاد قطعیه، اما اینی که مردم به هر حال حاضر باشن که به قول ایشون برن شکنجه بشن، کشته بشن یا هر چیزی، زندان برن و حکومت رو ساقط بکنن، این دیگه احتمالیه. بنابراین آن چیزی که از ما داریم، از این مسئله تحریم داریم، از این برای حمایت خارجی که میگن از براندازی دارن، اون فشار به مردمه. به هر حال اونا به ما فشار میارن، به عنوان مردم زندگی رو سخت میکنن، همونجوری گفتن که یک تابستان داغی بشه، نمیدونم دی ماهی بشه یا هر چیزی که بشه. خب خیلی خوبه اگه مردم بتونن اعتراض بکنن، ولی اینی که از سر گرسنگی باشه من فکر نمیکنم به هیچ جای دنیا این مثلا به دموکراسی رسیده باشه. مثلا من آقای متین خیلی ساکت هستم، برای اینکه به هر حال ما از آقای متین دعوت کردیم که این مقدار تحلیل منطقه‌ای بیشتر بمدم. این بحث الان بحث‌های داخلی مربوط به ایران بود. آقای متین اگه ممکنه شما برداشتتون رو از صحبت‌های این یکی دو روزه مقام‌های آمریکایی هم به ما بگید. به نظر میاد که اونها خیلی تلاش کردن بگن که سعیشون برای اینکه اروپایی‌ها رو همراه بکنند نتیجه داده. گفتن که اروپایی‌ها دارن میرن به سمت تحریم هایی برای مثلا مواردی مثل فعالیت منطقه‌ای ایران، مثلا موشکی. آیا چنین رفتاری را از اروپایی ها سراغ دارید؟ یا اونطور که مثلا کسرا گفت خیلی حضور اروپایی ها، حضور کشورهای مهم اروپایی در سطوح پایین تر بود یا خیلی گذرا بود؟ بله در صحبت های آقای پنس هم به حملات نسبتا شدیدی به شرکای اروپایی امریکا وجود داشت. کلن از زمانی که آقای ترامپ سر کار اومده، مسئله در واقع حمایت بدون قید و شرط آمریکا از طریق ناتو از همپیمانان اروپاییش خیلی تحت زیر سوال رفته. تا در مقطعی مثلا آمریکا صحبت اینو میکرد که ممکنه از حتی ناتو بیرون بیاد. در مجموع اتحادیه اروپا به دلایل مختلف و در مقاطع مختلف احساس میکنه که در واقع نمیتونه این کمک و حمایت بدون قید و شرط اروپا امریکا رو فرض بگیره و از همین حالا هم
یک سری برنامه‌های برای به اصطلاح مثلا ارتش مستقل اتحادیه اروپا یا اتخاذ سیاست مستقل از امریکا در بعضی مسائل من جمله مسئله برنامه هسته ایرانی رو اتخاذ کردن و در این کنفرانس هم این شکاف به اصطلاح بیشتر و بیشتر واضح شد. ولی واقعیت اینه که اتحادیه اروپا همونجوری که یکی از درگزارش آقای ناجم اومد اونا میگن که همون رویه به اصطلاح گفتگوی انتقادی که در دهه 80 و 90 میلادی و حتی بعد از اون هم اتحادیه اروپا اتخاذ کرده بود در مورد ایران به نوعی همون ادامه میدن، یعنی در یک سری حوزه ها فشار میارن، مثلا در رابطه با فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا، خب اخیرا دانمارک و فرانسه و اینها کسانی رو تحت تحریم قرار دادن یا فشار آوردن به نهادهای ایرانی، از اون طرف ولی میان مثلا مسئله اینستکس رو انجام میدن، یعنی میخوان به نوعی شاهرگ مالی ایران برای مبادله تجاری رو تا حدودی باز نگه بدارن. آقای مدید، این رفتار کجدار و مریض اروپا تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا نقطه‌ای هست که در اون نقطه اروپا مجبور به یک انتخاب بشه بین ایران و آمریکا؟ چون به نظر میاد که کماکان سعی میکنه این وسط حرکت بکنه. به نظر من ممکنه برسه، نه به این دلیل که خودشون این رو اتخاذ بکنن، ولی به نظر من طرف ایرانی راضی نیست از میزان اثرگذاری در واقع مداخلات اروپا در رابطه با برجام. یعنی کالاهایی که مثلا این سازوکار مالی قراره به ایران برسونه چیزی نیست که ایران میخواد و حجمش هم چیزی نیست که در واقع فشار رو خیلی کم بکنه. یعنی نقطه فرا میرسه که ایران احساس بکنه که در واقع هزینه این ادامه این رابطه با اروپا واقعا نمیارزه به مشکلاتش. و مسئله مهمتر برای همه الان مسئله اسرائیل هست. به خصوص یک توییتی هم این یکی دو روزه شد از طرف آقای نتانیاهو که خیلی سر صدا به پا کرد. توییتی که ازش اول درش کلمه جنگ به کار رفته بود، بعد این تبدیل شد به مقابله یا مبارزه. چقدر واقعا شما میبینید که جنگی یا نبردی واقعا بین ایران و اسرائیل بخواد شکل بگیره؟ میدونیم که به هر حال آقای نتانیاهو در هر انتخاباتی روی ایران به عنوان یک برگه برنده حساب کرده. آیا واقعا فقط مسئله انتخابات هست یا فراتر از اونه؟ به نظر من واقعا بیشتر مسئله انتخابات هست، چون این دوره اخیر آقای نتانیاهو از دوره های قبل بسیار بیشتر تحت فشار است. یک سری کیفرخواستای فساد مالی و اینها علیش وجود داره، کلا حزب نتانیاهو خیلی وضعش در نظرسنجی ها خوب نیست. ولی خب وقتی که دو طرف رتوریک در واقع مخالف همدیگر رو خیلی تشدید میکنن، بعضی مواقع میتونه به اصطلاح رشته کار از دست خود اونها هم در بره. مثلا در سوریه بالاخره اگر حملات اسرائیل ادامه پیدا بکنه تا مقطع انتخابات اسرائیل و ایران به نوعی بخواد پاسخ بده، حتی اگر هدفشون هم رویارویی نباشه، خب به نوعی ممکنه در موقعیتی قرار بگیرن که نتونن از درگیری مستقیم اجتناب بکنن. ولی به نظر من به اصطلاح رتوریک اسرائیل و نتانیاهو بیشتر ناظر هست به انتخابات داخلی در اسرائیل. به این دلیل هم اسرائیل ایران خیلی پاسخ جدی نداده یا حداقل فعلا این موضع رو خیلی جدی نگرفتن. خانم امام صادقی، یک مسئله که همواره در مورد این کنفرانس ها و این در واقع صف‌بندی مقابل ایران برای خیلی ها ممکن هست نگرانی ایجاد بکنه این هست که نتیجه اینها جنگ باشه، جنگی علیه ایران. آیا شما این رو میبینید، این که چنین جنگ اتفاق بیفته؟ و اگر اتفاق بیفته شما کجا میستید؟ آیا فکر میکنید که راضی هستید به چنین جنگی؟ نه به هیچ وجه. هیچ کسی نمیخواد که جنگ بشه تو مملکتمون و من بزرگترین خطر رو برای جنگ سیاستی میبینم که جمهوری اسلامی رو هی پرروتر و پرروتر بکنه، همون جوری که در دوران اوباما دیدیم که با اون نوع سیاست مردم سوریه نابود شدن، مملکت سوریه نابود شده، بچه های بیگناه سوریه کشته شدن. ببینید از وقتی که این سیاست عوض شده میبینیم که جمهوری اسلامی هی عقبتر نشسته، عرب ها و اسرائیل با هم دیگه، کشورهای عربی و اسرائیل با هم اومدن، اروپا الان زیر فشار هستش، نمیتونن شرکت های اروپایی، ژاپنی، کره‌ای با جمهوری اسلامی اونجوری که میخوان به هیچ وجه بتونن تجارت داشته باشن، کار بکنن. این سیاست جلوی جنگو میگیره. چرا؟ برای اینکه هزینه برای جمهوری اسلامی رو میبره بالا. کدوم سیاست رو میگین خانم معمار صادقی؟ سیاست تحریم یا چه جور سیاستی رو میفرمایید که جلوی جمهوری اسلامی رو میگیره؟ بله، سیاست تحریم. ببینیم، ما یه حکومتی داریم، جمهوری اسلامی 1001 بدبختی به وجود میاره تو منطقه و برای مردم خودش. یا میشه تحریم روش گذاشت یا میشه باش جنگ کرد.
تحریم گذاشتن، تحریم خیلی سخت گذاشتن که جلوی اون جنگ رو بشه گرفت. ما اگه بخوایم بگیم که هم علیه تحریم هستیم هم علیه جنگ هستیم، خب چجوری جلوی یه قلدره به این بزرگی رو تو منطقه میشه گرفت؟ پس بذارید نظر آقای اسدی رو بپرسم. پس که این تحریم ها نیستش، ضمناً بگم که باعث 40 سال عقب موندگی این مملکتی که لیاقتش خیلی خیلی بیشتر از این هست. 40 ساله که جمهوری اسلامی همینجوری جیب خودشو پر کرده، بچه های مقام های جمهوری اسلامی هستن که با بالاترین بهترین ماشین ها دارن تو تهران میگردن و تو آمریکا زندگی میکنن و هزار یک جور از مردم ایران دزدی کردن و در این حال کسایی که تحصیل کرده هستن، معلم هستن، زحمتکش هستن، میهن خودشون رو دوست دارن، الان به زور میتونن غذا بیارن خونه برای بچه‌شون. این تحریم نیستش که این وضع به وجود آورده. خانم معمار صادقی میگن یا تحریم باید بشه یا جنگ، بالاخره باید یه جوری جلوی جمهوری اسلامی رو گرفت. به نظر شما آیا جواب میده این طرح‌ها؟ طبیعتاً اگر بخوایم از خارج از کشور کاری بکنیم همینطوره. به هر حال یکی از این دو تا بدبختی رو باید برای مردم به ارمغان بیاریم. ولی ببینید نکته‌ای که هست اینه که ما 40 سال پیش همجور گفتن 40 ساله که داریم یک مصائبی رو تحمل میکنیم. پیش از 40 سال هم هست که این تجربه رو داریم و اونم به هر حال مسئله اینه که ما سازوکارهای دموکراتیک در ایران نداریم. جمهوری اسلامی و براندازان اون یک رابطه مستقیمی با هم دارن. حیات و ممات براندازها و جریان براندازی در دست جمهوری اسلامی هست. اگر جمهوری اسلامی به سمتی بره که سازوکارهای دموکراتیک رو در خودش قوی بکنه و از حکومت فردی در واقع دورتر و دورتر بشه و به حاکمیت قانون برسه، این نقطه ای هست که هیچ دموکراسی قابل براندازی نیست، همون جوری که با هیچ دموکراسی نمیشه جنگید. ولی متاسفانه یا خوشبختانه براندازان به ویژه اونایی که از خارج دنبال این کار هستن این امکان رو ندارن یا یک احتمال فقط براشون که جمهوری اسلامی رو ساقط کنن یا باعث ادامه حیاتش بشن. شما فکر میکنید کنفرانس های نظیر ورشو در واقع کمک میکنه به جمهوری اسلامی؟ من فکر میکنم از دو جهت کمک میکنه. ببینید شما وقتی که در یک مسیری به عنوان مسیر براندازی میرید و میگید که ما قبل از این هیچ کس هم اینو تجربه نکرده و یه کارهایی میکنید که اون کارها درست انجام نمیشه، طبیعتا دفعه دیگه اگر شما نتونید یه نشست دیگه مثل ورشو برگزار بکنید، خب این برده برای جمهوری اسلامی بدون شک. از طرف دیگه خب ببینید به طور مشخص این کار باید در داخل ایران انجام بشه. اگر انجام نمیشه خب ما خیلی بدبختیم که اگر انجام نمیشیم. این کار دموکراتیزاسیون در ایران باید در داخل انجام بشه. با این صحبت هایی که در مهمانی ها در بله داخل بله داره میشه تا اونجایی که جمهوری اسلامی ولی اجازه بده. ما 40 سال پیش با این صحبت هایی که اینا پر رو شدن و دست تو جیب مردم میکنن و جیب خودشون رو پول کردن و بچهشون فلان ماشین سوار شده و اینها، بله اینا در دلهای مردم هست، در تاکسی انجام میدن، همین الان خیلی خیلی تندتر شد، در هر خونه ای هست، ولی اینها که یک پلن سیاسی نیست. ببین ما با این خب حرفا آیا فکر میکنید هیچ کشوری نمیتونه به ایران کمک کنه؟ بذارید من نظر شما رو در این باره بپرسم. خانم معمار صادقی میگم بالاخره کشورهای دیگه وظیفه دارن کاری بکنن در قبال مردم ایران. آیا شما فکر کنید لازم نیست کمکی بکنن؟ ببینید یک اصلی وجود داره، گفتم اصل عدم مداخله، اما این اصل عدم مداخله در شرایط مداخلات بشردوستانه میتونه کنار گذاشته بشه. مداخلات بشردوستانه در چه حالتی است؟ در حالتی است که یک حکومت سقوط کرده، در حالتی است که جنگ داخلی در اونجا شد. برای حفظ منافع و حیات انسانها کشورهای دیگه حتی ممکنه نیروی نظامی به اون کشور بیارن، اما همون هم معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشه. اون به معنای دموکراسیون نیست، کما که در افغانستان، عراق و سایر کشورها داشتیم. شما ببینید در سوریه دیگه بالاتر از سوریه که جنگی نیست، وضعیت بدون دولتی که دیگه بیشتر از اون نیست. حالا شما ورشو رو میگید، ولی خب ما یادمون نمیره که در همین
پاریس نشستی برگزار کردن، رئیس دولت انتخاب کردن، همه وزارت خارجه ها بودن، سفارت برای اونا تقدیمشون کردن، کلید دادن. اما کو دیگه بالاتر از اون که حمایت نمیشه، هم موشک زدن هم سفارت دادن، دیگه من فکر نمیکنم بالاتر از اون بشه. ولی خب به هر حال الان بشار اسد خانم قاضی زاده اگه بله بفرمایید جواب بدم. بله آقای اسدی زیدی خانم امامزاده من میخوام پاسخ بدم. بله ببینید، اولا که این صحبت براندازی، مردم ایران هستن که برانداز هستن، ولی مردم ایران که نمیتونن بیان بشن مهمون بی بی سی مسلما نمیشه. چرا؟ به خاطر جمهوری اسلامی. بله دموکراسی اگه بشه در ایران در همین چارچوب، خب معلومه که همه میخوان، ولی نشده دیگه. از دوران آقای خاتمی همینجوری این صحبت، همینجوری این صحبت اصلاحات اصلاحات اصلاحات. الان خود مردم ایران هستن که با شعارهاشون دارن میگن که تمام ماجرا اصلاحات اصولگرا، اصلا معنی نداره. اصلا خشمی که مردم دارن علیه اصلاح طلبها حتی بیشتره، برای اینکه دروغ از اون طرف اینقدر زیاد بوده. اجازه بدین اینکه از داخل باید بشه که خب شکی نیست، ولی شما وقتی این حرف رو میزنین یعنی دارین نادیده میگیرین یا حتی خفه میکنین این همه صدای شجاع که اومده تو خیابونها که اعتصاب کردن، که همه جور خودشون رو سعی کردن نشون بدن علیه این حکومت. شما وقتی میگین که باید از داخل باشه، انگار که از داخل نبوده تا حالا. خب معلومه بوده، دارن تلاش میکنن. همون جوری که مردم کشورهای اروپای شرقی، آفریقای جنوبی و خیلی کشورهای دیگه که برای دموکراسی برای کشور خودشون تلاش کردن و حمایت دنیای آزاد مخصوصا آمریکا رو داشتن و مؤثر بوده، مهم بوده. شما میخواین این حمایت و همبستگی از بیرون از کشور رو اینجوری تعریف بکنین که جنگه. به هیچ وجه اینجوری نیست، به هیچ وجه اینجوری نیست. اسم اون کسایی که علیه جمهوری اسلامی وای میسن بیان کردن، یا جنگ یا تحریم، من چیزی نگفتم. نه من میگم که سیاست کشورهای از بیرون یا جنگ یا تحریم دیگه، گفته خود شما. از بیرون فشار باید روی جمهوری اسلامی باشه و حمایت پشت مردم ایران باشه. چجوری الان از یک جنبش اجتماعی در ایران حمایت خواهند کرد از خارج از کشور؟ ببینید اسم آدم هایی که دارن شکنجه میشن و به طور دائم باید بگن و دارن الان میگن. در دوران اوباما این کارو نمی کردن. باید بگن که پشت مردم ایران هستن. همونجوری که اون موقع شما شاید زیاد در جریان سیاسی نبودید، اون موقع خیلی بیشتر این چیزا بود. همونجوری که مردم ونزوئلا که علیه مادورو پشتن وایستادن، آمریکا اومده سفت و سخت پشتشون و کاری کرده آمریکا که همه کشورهای دیگه دموکراتیک دنیا هم بیان پشت مردم ونزوئلا. اگه این کارو نکنه آمریکا، پس کار درست چیه؟ شما بگین. خب من خواهش می‌کنم، چون این بحث شما ظاهرا بحث ادامه دهی هست. آقای متین مدت هست که ساکت هست، اجازه بدید من از آقای متین خواهش کنم وارد بشم. من یه بحث دیگر رو باز میخوام در بحث همون سیاست مسائل خارجی بین المللی از شما بپرسم آقای متین. بحث این که آیا این نشست باعث شد که اختلاف نظر بین اروپا و آمریکا در مورد ایران بیشتر روشن‌تر بشه؟ چون نگرانی وجود داشت، بسیاری از کشورهای اروپایی شاید دلشون نمیخواد که خیلی روشن در این زمینه اظهار نظر بکنن. من قسمت آخر بخش این لحظه صداتون قطع شد، ولی اگر شما سوال تکرار بکنید من سوال من این هستش که آیا به نظر شما این نشست ورشو باعث شد که خط و فاصله های بین اروپا و آمریکا در قبال ایران روشن‌تر بشه؟ چون به نظر میاد که اروپایی ها دست کم نمیخوان که خیلی راجع به این قضیه صحبت بکنن. بله، قبل از اون من می‌خواستم فقط خیلی گذرا به یکی از اظهارات آقای زیدآبادی اشاره بکنم. این به اصطلاح تمایزی که بین دموکراتیزیشن از داخل و براندازیشون اشاره کردن در مورد خاص ایران، به نظر من این تمایز خیلی واضح نیست. چون اگر قرار باشه جمهوری اسلامی دموکراتیزه بشه، دیگه جمهوری اسلامی نیست بنا به تعریف. در نتیجه این که اصولاً ما یه به اصطلاح اصطلاحی به نام براندازی داریم که بعد کشورهای خارج بیان از این حمایت بکنن، خودش ناشی از وضعیتی است که بالاخره جمهوری اسلامی به عنوان یک پدیده سیاسی ایجاد کرده. وگرنه اگر خب سازوکار دموکراتیک در داخل ایران وجود داشته باشه، خب طبیعیه کسی یک کشور قدرت خارجی اصلا به اصطلاح محملی برای اعمال فشار نداره. فقط این نکته رو من خواستم سریع اشاره بکنم. در مورد اروپا
بله خب این فاصله بین اروپا و امریکا اگر منظورتون هست خیلی واضح‌تر هست الان بعد از این کنفرانس، چون عدم شرکت مقامات برجسته اروپایی خب نشون میده اینا خیلی مایل نبودن که به عنوان به اصطلاح همپیمانان امریکا در فشار بر ایران دیده بشن. به نظر من اروپا تا زمانی که برجام رو ایران ترک نکرده به این موقعیت به اصطلاح موضع خودشون ادامه میدن. ولی آیا این نشست تونست یه جبهه‌ای از موافقان در واقع سیاست آمریکا ایجاد بکنه؟ به هر حال خود آقای هوک میگه 70 کشور اونجا شرکت کردن. اگر که اینها شرکت کردن، آیا میشه گفت که بالاخره یه جبهه‌ای هم تونستن علیه ایران تشکیل بدن؟ خب اگر این 60 کشور درست هست، خب طبیعتاً باید بخش عمده از این کشورها در واقع موافق مواضع امریکا بوده باشن. ضمن اینکه به اصطلاح همچین ائتلافایی بدون تمسک به سازوکارهای موجود بین المللی رخ بده چیز تازه‌ای نیست. مثلا خب جریان جنگ عراق هم خب شورای امنیت اینو تصویب نکرده بود و فرانسه و آلمان هم مخالف بودن و امریکا به اصطلاح ائتلاف جنگ دوم، البته بله بله جنگ دوم، اینو به این ترتیب انجام داد. در نتیجه این مسئله به اصطلاح پیروی مطلق از نرم‌های بین‌المللی در روابط بین‌الملل همیشه صادق نیست، به خصوص وقتی که خب بالاخره کشور پرقدرتی مثل امریکا هم میخواد یک سیاست مشخصی رو پیگیری بکنه. و در نهایت به نظر من شاید مسائل داخل ایران بیشتر مسئله برجام رو تعیین تکلیف بکنه، یعنی اگر به اصطلاح آقای روحانی دیگه نتونه از محل برجام واقعا به مسئله معاش مردم و وضعیت مردم کمک بکنه، خب طبیعتاً فلسفه وجودی برجام هم از دست خواهد رفت. آقای اسدی، به هر خود شما هم اشاره کردید که وضعیت نارضایی عمومی وجود داره، درصد بالایی از جمعیت ایران ناراضی هستن از وضعیت معیشتیشون، مشکلات دیگه‌ای که هست. راهکاری که شما پیشنهاد میکنید چی از این دموکراتیزه کردن از داخل سالهاست که تلاش شده، خود شما جزو کسانی هستین که بابتش زندان رفتین، افراد زیادی مجبور شدن زندان برن، کشور ترک کنن، فکر کنید جواب میده؟ ببینید من فکر میکنم که به هر حال همونجوری که مهمان قبلی صحبت کردن، نمونه حمایت بدون از استفاده از نرم‌های بین‌المللی همین وضعیت عراق است. اما ببین الان در مورد آمریکا من اینو بگم، ببین آمریکا چرا کسی رو نمیتونه، به هر حال اوباما علیه ایران خیلی تونست اجماع جهانی ایجاد بکنه حتی در مسئله حقوق بشر. دلیلش اینه که آقای ترامپ میگه که من فشار میارم، بلافاصله هم حاضرم که مذاکره کنم، مذاکره هم باید بین با من انجام بدید، دیگه کشورهای اروپایی سهمی نخواهند داشت. از برجام هم بیرون رفت. برای چه بیرون رفت؟ برای اینکه گفت که ما اومدیم وقت گذاشتیم، وزیر خارجه ما اومده 8 ساعت اونجا نشسته چندین روز، ولی خب شما میخواید به پژو و به از ایتالیا بخرید و با آلمان قرارداد ببندید و هیچ هم گیر ما نمیاد. اینم در واقع اشتباه جمهوری اسلامی. ببینید ما این وضع آمریکاست و اینی که چرا کشورها نمیان، اون میخواد واقعیتش اینه که ما باید متوجه باشیم آقای ترامپ بیش از هر چیزی دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی هست و به هیچ وجه ایشون حتی حاضر نیست یک گلوله خرج بکنه، چون که تاجر هم هست، حساب کتاب داره. این رو هم در عراق دیدیم، ببینید حتی یک گلوله خرج نخواهد کرد. در ایران ما یک بار تجربه کردیم که نارضایتی زیاد سیستم رو به هم زده، واژگون کرده و در نتیجه همین حرفا هم بوده که مردم خودشون بیان و مردم بیان تو صحنه و اینا پرروان و اونا ولخرجن. و ببینید چه نتیجه شده، یک فعال سیاسی باید مسئولانه برخورد بکنه. مثلا فرض رو بذاریم بر همین حرفایی که خانم معمار صادقی میزنن، اینکه این رژیم بسیار شکنجه‌گر، همه اینا که هست، یه چیزی مثل حزب بعث عراق دیگه، بدتر از اون که نداریم. وقتی که این حکومت، وقتی که این افراد رفتن، وقتی که فردای براندازی شد، خب این آدما که غیب نمیشن که به هوا برن، که این حزب بعثی که شما دارید میگید، خب این تشکیلات داره، تجربه داره، در سوریه دو زندگی کرده، جنگیده، در 8 سال جنگیده. کم من اینا... جواب خانم معمار صادقی رو به این صحبت ها بشنوم. اینا چیز خواهد شد. حالا من یه جمله اگه بعدم بهم وقت بدید میگم که راه حل چیه. ولی اینا که خیلی کوتاه به هوا برن. همینجا تموم کنم. من بشنوم راه حل چیه، برای اینکه راه حلی نشنیدم. ببینین بمبست. خانم معمار صادقی بذارید راه حل رو بگن، بعد من به شما 30 ثانیه وقت میدم. بفرمایید.
راه حل جنبش اجتماعی هست در ایران، افزایش آگاهی هست در مردم، مردم باید نخبگان سیاسی خودشون رو پیدا بکنن. ببینید ما امروز میرحسین موسوی رو در حصر داریم، یک تجربه جنبش اجتماعی رو داریم، این جنبش اجتماعی میتونه فراگیر بشه و به جایی باید برسیم که همون جوری که گفته شد در جنبش سبز هیچ کس احساس بازنده بودن نکنه. متشکرم آقای اسدی. اجازه بدید وقت کم است، بذارید خانم معماری صادقی هم بگه. بدون تردید به خشونت میرسه. ما همه میدونیم که جنبش سبز سرکوب شده، هر تلاشی که تا حالا بوده برای اصلاحات از درون این حکومت سرکوب شده، برای همینه که شعارهای مردم اون چیزی که هست هست، برای همینه که اینقدر همون جوری که گفتم خشم هست علیه اصلاح طلبان و هیچ امیدی نیست، هیچ امیدی نیستش که هیچ امیدی نیستش که اصلاحات ممکن باشه با این نوع حکومت. ببینین مردم ایران خیلی راحته ما بشینیم همون جوری که میگین از بیرون از کشور حرف بزنیم. مردم ایران الان گشنه هستن، دو روز دیگه گشنه‌تر میشن. لیاقت این سرزمین این نیست، ازشون داره دزدی میشه. البته گرسنگی هم لفظ قشنگی نیست. به نامشون داره جنگ و ترور. چون که آقای کیروش رو صحبت کردن و خیلی مردم ناراحت شده. آقای اسدی اجازه بدین خانم معمار صادقی صحبتشون تمام کنه. خانم معمار صادقی بفرمایید. صحبت میکنن آقا از مسئولانه بودن. این صحبت ها مسئولانه نیستش که ما در نظر نگیریم که چقدر وضع مملکت خرابه، چقدر این حکومت نتونسته و نمیخواد عوض بکنه رفتار خودش رو، چقدر فساد زیاد هست، چقدر بحران اقتصادی عمیق هست. ببینید میگن که کاری نمیشه کرد، خیلی کم است. اگه ممکنه بحثتون رو تموم کنین ممنون میشم. همون جوری که شوروی وقتی که رفت، وقتی که افتاد این حکومت، همون جوری که کشورهای اروپای شرقی مثل لهستان که الان این نشست اونجا هست، وقتی که رفت، یعنی شما پوتین میخواد برای ما بیارید در فردای براندازی؟ خب، ظاهرا ما این بحث رو باید همینجا تموم کنیم. من عذرخواهی میکنم، خیلی ممنونم از شما خانم معمار صادقی، آقای اسدی، آقای متین، متشکرم و ممنونم از شما که با این برنامه صفحه دو همراه بودید. شب روزتون خوش.